بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود تقدیم به شما دوستان ما، عزیزان فارسی زبان در هر گوشه کجایی که هستید، در هر گوشه گوشه ای جهان پهناور که زندگی میکنید و برنامه خودتان، برنامه روشنگران انتخاب کردید برای نگاه کردن. انشاءالله که همیشه صحتمند و سلامت باشید. بسیار تشکر میکنم که باز هم همراه ما استید. اما شماره تلفن مثبت 964-780-255 جلسزه عزیزان همیشه در اختیار شماست و شما همین الان هم میتونید که با ما در تماس شوید از طریق واتساپ و تلگرام و نظرات خودتان، انتقادات و پیشنهادات خودتان را برای ما روان بکنید. اما در این روز چهارشنبه، همچون چهارشنبه دیگر، مهمان خوب برنامه ما خانم شریفه علیزاده هستند، روانشناس تربیتی، و انشاءالله در امروز هم مثل روزهای چهارشنبه دیگه در خدمتشون خواهیم بود. سلام علیکم خانم علیزاده، بسیار خوش آمدید. سلام علیکم، تشکر، ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام احترام دارم خدمت بینندگان عزیزی برنامه. انشاءالله هر جایی که هستین روز سعادتمند باشین و روزگار بر شما خوش باشه. تشکر از شما خانم علیزاده بزرگوار. اما بینندگان عزیز محترم، قبل از اینکه بحث امروز خودمون را آغاز بکنیم، یادآور میشم که برنامه به صورت لایو از طریق اینترنت هم پخش میشه. میتونید که از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی برنامه را ببینید و همچنان برنامه گذشته را در سایت تلویزیون جهانی هادی و همچنان از طریق سایت های آپارات یوتیوب ببینید و انشاءالله استفاده هم بکنید. نظرات خودتان را تاکید میکنم برای ما بمانید، ما بسیار خوشحال میشیم نظرات شما عزیزان را دریافت میکنیم. اما خانم علیزاده بزرگوار، امروز برای بینندگان عزیز محترم ما چی دارید؟ خانم بینین جان، بحث ما کلن اختلالات رفتاری بود که ماه مبارک رمضان که پیش آمد باز یک وقفه ایجاد شد. بله. ما یک ماه بالاخره بحث های مخصوص به خود ماه مبارک داشتیم. حالا دوست داریم برگردیم به همون برنامه قبلی مون و بحث اختلالات رفتاری کودکان رو گپ بزنیم. بله، در خدمت شما هستم. خب شاید خیلی از بینندگان ما که از قبل بیننده برنامه بودن یادشون رفته باشه که مباحث ما چی بود و در کجا رسید، و شاید بعضی از عزیزان هم تازه بیننده شده باشه و مشتاق باشه که ما در مورد چی گپ میزنیم. بله. خدمت دوستان که عرض کنم، مبحث ما اختلالات رفتاری یا مشکلات رفتاری کودکان است و ما در این زمینه صحبت میکنیم، عواملش، درمانش رو گپ میزنیم انشاءالله. خب در مباحث قبلی صحبت کردیم و امروز دوست داریم که همون مباحث قبلی را یک تکرار داشته باشیم که اون دوستایی که تازه به جمع ما پیوسته و اون دوستایی که بیننده از قبل بوده شاید یا چون رفته باشه بلد. یک مرور داشته باشیم با هم دیگه. تشکر. شاید بعضی از بینندگان این سوال درشون ایجاد شده که اختلالات رفتاری چی هست، به چی مبحثی هست، در مورد چی گپ میزنه. ببینید دوستای عزیز، نامش که بسیار ترسناک است. بله، نامش ترسناک است. اختلالات رفتاری یا همون مشکلات رفتاری، خب کلیگی ما داریم بالاخره، چه در بزرگسالی چه در کودکی، اما مبحث ما روی کودکان است و دوست داریم روی اطفال صحبت کنیم که از همون ابتدا اگر اختلالات درمان شوه در کلانی و بزرگسالی نمیرسه و خب زودتر درمان شوه خیلی بهتر است. یا اینکه بسیاری از مشکلات رفتاری بزرگسالان ریشه در کودکی داره. بله، ریشه در کودکی داره. بسیار نکته عالی را اشاره کردین خانم بنجون. اختلالات رفتاری تعریفی که دارم، هر گونه رفتارهایی که نابهنجار باشه. نابهنجار یعنی که متناسب با سن کودک، متناسب با جنس کودک، متناسب با عرف جامعه نباشه. یک رفتارهایی که ممکنه به خود کودک آسیب برسانه. بله. ممکنه به اجتماع آسیب برسانه، به دوستای از او، به همسنفی های از او، به همسنوی از او، همبازی های از او آسیب برسانه. در این رقم رفتارها میگیم ما اختلالات رفتاری یا مشکلات رفتاری. خب گاهی وقتا ممکنه طفل ما یک مشکلی داشته باشد، یک چیزی رنجیده باشه، یک پرخاشگری داشته باشه، یک مشکلی را ایجاد کنه، ولی خب برطرف میشه، مثلا از فرداش خوش برمیگرده و یک حالت عادی رو داره، یا هفته بعد بالاخره هم رفتار عادی خود داره. اما زمانی که یک رفتار مشکلزا را داشته باشه که چندین هفته و یا حتی چندین ماه تا
طول بکشه و باعث شود که به خود کودک آسیب رسانده شود، باعث شود که به خانواده آسیب برسه و باعث نگرانی شود. این رقم رفتارها رو بهش میگه مشکلات رفتاری. این رقم نباشه که امیال مادرای عزیز که اولاد خود زیر نظر بگیره و بفهم بگه آقا خانم علیزاده این رقم گفت الان بچه مثلا اختلال رفتاری داره. نه، ببینین کودک است، شیطنت های کودکی مخصوص به خودت داره، اما گاهی بعضی از رفتارها مثلا آزار دیگران، پرخاشگری، گاهی وقت آنقدر زیاد است، گفتم ماها و هفته ها طول میکشه، تکرار میشه این رفتار، جزء شخصیتی فرد میشه و این باعث میشه که ما نگران شویم که چرا کودک ما این رقم رفتار داره، که در حالی که سن از اقتضا نمی کنی رفتار داشته باشه. یعنی خانم علیزاده اگر یک حرکتی را یک کار را یک کودک انجام بده ولی برای زمان کوتاه باشه یا که فقط یک بار در بله. اون کار انجام ده، او اختلال، نه او اختلال نیست، نه نمیشه. نه. چون مثلا ما به ذهن میرسه که مثلا یک مادر بسیار دلنگران دخترش هست که خدای نکرده دخترم به ازار یک را کشیده نشوه، باز مثلا یگان بار میشه که دختر در مکتب از یک نفر یک چیزی میبینه، یک فیلم را یا یک گپ و گفت بین دخترها میشه، این مادر میشنوه و بسیار نگران میشه، فکر میکنه که خدای نکرده دختر ما به کدام راه کشیده شد. باز تنبیه میکنه و گرفتاری های بعدیش در چنین موارد در کشور از ما اتفاق میفته. اگر ببینن دختر بگر از ترسی که کشیده نشوه او رو دشوی میدن، در اولین فرصت دشوی میدن که گرفتار نشوه، حتی اگر سندش بسیار هم کم باشه. خب در این صورت پس این اختلال رفتاری محسوب نمیشه یک بار یا دو بار؟ پس اختلال رفتاری خان بین جان بیشه روانشناسی داره. خب این گپی که الان منظور شما هست که در مورد این نوعی انحرافات اخلاقی گفته میشه که ممکنه یک اقتضای زمانی مخصوص به خود داره، که مخصوصا در دوران نوجوانی برای پسرها و دخترها خب بسیار شایع هست. ما یک موضوع برنامه داشتیم به نام نوجوانی، بله یادتون بله. باشه در موضوع برنامه در این مورد گپ زدیم و مفصل گفتیم که خب این اقتضای سنی اولادا هست، این سن چه دختر چه پسر، مراقبت های ویژه به خود میطلبه، ارتباطات صمیمی که بین مادر و دختر، بین پدر و دختر و همطور برای پسر باید باشه، باعث میشه که مشکلات کمتر شوه. وقتی که شکاف زیاد باشه، وقتی که جدایی باشه، وقتی که درک نشه اولاد از سمت پدر و مادر، باعث میشه که خب خانواده دچار این مشکلات شوه، تحت تاثیر همسالان قرار بگیره، محیط قرار بگیره، فضای مجازی قرار بگیره و این رقم مشکلات ایجاد کنه که متاسفانه بسیار از خانواده های سنتی جامعه ما برای اینکه بیان ریشه این مشکل پیدا کنن که از کجا هست و او را حل کنن، متاسف صورت مسئله رو پاک میکنن، خیلی سریع هضم میکنن. یا بچه را از مدرسه میکشونه، مکتب میکشن به سر کار رایی، بله بچه را میکشونه که تو مکتب نشده. رفتی ایرخم شده، یا دختر از مکتب میکشونه و زود در شوهر میده، متاسفانه خب این صورت مسئله رو پاک میکنه، فقط مشکل حل نمیکنه، در حالی که همین دختر با همین مشکل باز میمانه و در آینده خود در مادری خود دچار مشکل شد و این پسر هم باز در آینده که همسر شد و پدر شد دچار مشکلات خود خواهد شد. بله. پس بنابراین ما باید مشکل و یا معضل از ریشه حل کنیم. بله. خب گپی ما رو اختلال رفتاری کنیم. قبل از اینکه ادامه گپ خود داشته باشین، چون اشاره کردیم به برنامه گذشته، بینندگان عزیز و محترم، برنامه گذشته برای سایت تلویزیون جهانی هادی موجود است، تو شما عزیزان میتونید که برنامه گذشته که در خدمت کارشناس محترم خانم شریفی علیزاده بودیم را با عنوان از نوجوانی تا جوانی را انشاءالله ببینید، استفاده بکنید، در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. اختلالات رفتار هم خواهیم گفتیم رفتارهای نابهنجار هسته. خب این رقم رفتارها معمولا دو قسم هسته. خب یک قسم از این رفتارها هست که به خود کودک آسیب میرسانه، از درون به کودک آسیب میرسانه. مثل چی اختلالی؟ مثل افسردگی. خب افسردگی یک کودک افسرده در دیگران کاری نداره، در خانواده آسیب نمیرسانه، کلی آسیب ها متوجه خود از او هسته. یا اینکه ترس، خود کودکی که ترس داره، مشکل ترس داره، او امیر هم از به خود آسیب میرسانه و باعث نگرانی خانواده میشه و بعد دیگران آسیبی نمیرسانه. خب این رقم اختلالات رفتاری میگیم درونی. یک قسم دیگه اختلالات رفتاری داریم خانم اینجا بیرونی هست، به دیگران آسیب میرسانه. بله. مثل اختلال سلوک. اختلال سلوک مثال چه عرض کنم خدمت شما که یک طفلی که مابین خیابان راه میره، مابین سرک لگد میزنه به مغازه ها، به اجناس مغازه ها لگد میزنه، اونا رو میزنه میشکنه.
یا اینکه به یک تیفلی دیگه پیش رویش که داره را میره او را یک تکان میده که زمین بخوره یا یک زیرپایی میزنه که او بیفته زمین. بله. امیر رقم دست و پایش شور میخوره، هر جور یک آسیب میرسونه. وقتی میگیم بچه می کار رو نکن، یا خیلی وقتا مادران درمانده میشه که با این تیفل چیکار بکنه، چرا از صبح تا شب به دیگران آسیب میرسونه، یک جنس دیگران خراب میکنه، یا میره ما بین مکتب دعوا میکنه برمیگرده. خب این رقم اختلال های رفتاری میگن بهش اختلالات بیرونی، یعنی به دیگران بیشتر آسیب میرسونه. خب مثل یعنی پرخاشگری هم میره. تاکید شما است که این اختلال ها اگر درمان نشود تا بزرگسالی هم ادامه پیدا بله میکنه. بزرگسالی ادامه ممکنه پیدا یک فرد مثلا دکتر شود، انجینر شود، یک شخصیت شود، ولی چنان این اختلال را در درون خودش داشته باشه و بخواد انجام بده. خب ما بسیار دکترها و انجینرها داریم که خب تحصیلات عالیه داره، متاسفانه در خانه هیچ خلق و خوی مناسبی نداره. پرخاشگری داره، سر اولاد خود، سر همسر خود پرخاشگری داره. هیچ ما میگیم که خب شما تحصیلات داری، باید خیلی این خلق و خوی هست یا مشکلات رفتاری است که در کودکی درمان نشده و امروی از اون مانده و یک شخصیتی پیدا کرده پرخاشگر. پس یعنی ربط به تحصیلات هم نداره. نداره. یعنی خب. ممکنه که شخص این اختلال داشته باشه، هر چقدر هم تحصیل دکتر شوه، انجینر شوه، ولی همچنان این مشکل شخصیتی برش باقی مانده باشه. خانم علیزاده اگر اجازه بدین یک من برنامه رو ببینیم. تشکر از شما. بینندگان عزیز و محترم، شماره تماس مثبت 964-780-255-43 که فراموش نمیکنید در اختیار شماست. همین الان هم میتونید که با ما در تماس شوید و اگر کدام سوال از کارشناس محترم دارید حتما برای ما روان بکنید و پرسان بکنید. سعی میشه در همین برنامه به سوال شما عزیزان پاسخ داده شود. یک میان برنامه را ببینیم و بسیار زود هم برگردیم. اللهم صل على محمد المصطفى بینندگان عزیز و محترم ما، شما همچنان برنامه خودتان، برنامه زنده روشنور از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید. یک سلامی هم داشته باشیم خدمت عزیزانی که نو به جمع ما پیوستند. امروز در خدمت کارشناس محترم خانم شریفه الیزاده، روانشناس تربیتی هستیم و با موضوع اختلالات رفتاری کودکان از صحبت هایشان استفاده میکنیم. خانم الیزاده در خدمت شما هستیم. تشکر، خواهش میکنم. خود دوستای عزیز، میرسیم به این قسم که امی عواملی که باعث ایجاد اختلال رفتاری میشه چی هست؟ چون بله. همه که کودکان اختلال رفتاری نداره، معمولا 2-3% کودکان دچار اختلال یا مشکلات رفتاری هسته. چه عواملی باعث میشه که همه اولادای ما دچار مشکلات باشه؟ یک عاملی که بسیار تاثیرگذار است خب ببینید ژنتیک هست یا هم وراثت هست، چرا که بسیار از خصوصیات رفتاری ما هم از راه ارث منتقل میشه. خب همینطور که میدونید انسان از اعضای مختلف تشکیل شده برای ما، و خود همی اعضا سلول تشکیل شده، سلول باز از کروموزوم تشکیل شده، باز روی کروموزوم ژن‌هایی هست که همین ژن‌ها خود به خود بسیار از خلقیات و رفتارهای نسل به نسل منتقل میکنه و ما بعضی از رفتارهای ما جنبه ارثی هم داره، مثل افسردگی. مثلا یک طفلی که دچار افسردگی میشه، وقتی میره پیش یک دکتر مراجعه میکنه یا پیش یک روانشناس، اولین کاری که میپرسه، اولین چیزی که میپرسه میگه که در خانواده تون های سابقه افسردگی هست یا نه. خب شما یک فکر میکنید، یک سرچ میکنید، دور بر خود نگاه میکنید که مامای زم یک همین خلق خوی داره یا پدر کلانش همین خلق خوی داره، افسرده رقم است، ولی خب چون زیاد در جامعه ما متاسفانه پیگیری نمیکنه بیماری های روانی روانتنی رو، خب درمان هم نمیشه، میمونه، اهمیت هم داده نمیشه.
و این رقم تاثیرگذار هست. بله، ژنتیک هم تاثیرگذار است و باعث میشه که بعضی از زمینه بعضی از اختلال های رفتاری در کودکان ما از طریق ژن از نسل گذشته به ما رسیده باشه. شما فرمودید زمینه، به این منظور است که یعنی پس قطعی نیست که حتما اگر 100% نیست. ببینید مثلا خدمت شما همین افسردگی رو ما میگیم که در خانواده ما زمین افسردگی وجود داشته، پدر کلان ما افسرده بوده، ولی ما در اولاد من یک خلقوی افسرد رقم را داره، ولی خانواده طوری رفتار میکنه، طوری محیط آماده هست که این افسردگی خود را برطرف کنه. ولی گاهی وقت در یک خانواده با زمینم هم همون رقم مساعد شده که افسرده تر شده و زمینه بروزی مشکل را پیدا میکنه. اگر مثلا این طفل که زمینه افسردگی را داشته، باز خانواده تلاش کرد افسردگیش رفع شد و حل بله. شد، دیگه باز در ژنش نمیمونه برای نسل ممکنه برای نسل بعدی باز بمونه، ولی خب در خوش برطرف شده. یا خانواده اهمیت داده، اولاد خود برده پیش یک دکتر درمان کرده و یا مطالعه کرده او را درمان کرده، در خانواده ممکنه هیچ اهمیت داده نشه که همین مشکلت برای از اهمیت نباشه. خب این میمانه، بیشتر میشه قطعا در روزو و ممکنه به نسل بعدیش هم سرایت کنه. باز به میرقم چون چیزی که در ژن ها نهفته خانم جان ما نمیتوانیم که قطعا او رو درمان کنیم، میتوانیم کمش کنیم، میتوانیم که او رو تقلیل پیدا کنیم و میتوانیم بعضی شرایط از او رو حذف کنیم یا شرایط ایجاد کنیم که اون مشکل بروز پیدا کنه. پس تصور خانم علیزاده که میگن که مثلا یک چیزی که ژنتیکی باشه از طریق ژن به انسان برسه همیشگی و دائمی است، این کاملا غلط است دیگه. چه هم وقت که ژن تاثیر داره، باز محیط تاثیر خود داره. گاهی وقت میتونه که کنترل کنه. گاهی وقت محیط انقدر مساعد است که همون ژن هم میتونه کنترل کنه و از بسیار کمیش کنه، و گاهی وقت هم شرایط طوری میشه که باز بارز کنه اون مشکل و بزرگتر کنه. خب از لحاظ وراثت که بگذاریم، باز مسئله دیگه از یک از عوامل جنسیت هم بسیار تاثیرگذار خواهم به اینجان. بعضی مشکل ها در پسرها خیلی بیشتر است، مثل اختلال سلوک، همین دعواها که آزار میرسونه به همکلاسی های خود، پرخوشگری، دزدی، این رقم ای مشکلات رفتاری معمولا در پسرها حتی 4 تا 8 برابر دخترها گزارش شده. باز بعضی از اختلالات مثل افسردگی، مثل استراب، مثل ترس، اینها باز در دختران 2-3 برابر پسرها هست گزارش شده که اینجور اختلالات باز در بین دختران بیشتر شایع است. خب بعد از جنسیت که خدمت شما عرض کنیم، عوامل خانواده باز بعد از اینکه خب کودک ما با هر نوع ارثی که به هر حال جنهای مختلفی که به دنیا آمده، عوام خانواده محیط بسیار تاثیرگذار است که میتوانه او خلقیات را بارز کنه، خلقیات منفی مثلا بله. میتوانه در خانواده با شرایط فرهنگی، شرایط اقتصادی، شرایط تربیتی، کلی از اینا تاثیرگذار است که میتوانه هم خلق منفی که اولاد ما در ارث برده را میتوانه بارز کنه، میتوانه او را سرکوب کنه. پس بنابراین بسیار باز ناراحت کننده است وقتی من فکر میکنم میبینم که مثلا یک چیزی مثل افسردگی یا یک چیزی همونطور که شما فرمودید اختلال سلوک، دوزی مثلا یا دیگه رفتارها میتونه کاملا متاثر از ارث ژنتیکی باشن، میتونه متاثر از خانواده باشن، متاثر از ویژگی که شما گفتید باشن، ولی ما وقتی که با یک اولاد، با یک طفل مواجه میشیم که مثلا دوزی کده، او را خودش را 100% نفس خودش را مقصر میدانیم، با او برخورد بسیار شدید و تون میکنیم و پیش زمینه ها را در نظر نمیگیریم. و یک دختری که مثلا افسردگی داره، ما متاسفانه معمولا این رقم است که فکر میکنیم این دخترها کلان نازدانه هستن، چون نازدانه هستن این حرکات از خود نشان میدن، جدی نمیگیریم، در دنبال درمان نیستیم، در حالی که باید اینها را جدی بگیریم و همچنان زمینه ها را در نظر بگیریم. اختلال دوزی ارثی نیست، یادگیری، الگو گرفتنی، یعنی چون میبینه یاد میگیره کودک، ولی افسردگی را معمولا مثلا یاد گرفتنی نیست. خب چیزی که زمینش در فرد وجود داره، چون روش مقابله با مشکلات هست، یک نفر با مشکل نمیتونه مبارزه کنه، در خود فرو میره و احساس ناتوانی میکنه و افسرده میشه، اما یک نفر که تاب‌آوری بهتری داره، مقاومت بهتری داره، در مقابل مشکل خب از پا در نمیره، مقاومت میکنه، استادگی میکنه و اون رو برطرف میکنه، اما بعضی توان برطرف کردن نداره، در خود فرو میره و باعث بروز مشکل افسردگی میشه. اما خب بعد از اینکه ما گفتیم با هر خلق و خویی که به دنیا آمدیم کودک ما، دومین عاملی که بسیار تاثیرگذار در اون شرایط خانوادگی که به دنیا آمده، اختلاف والدین، خود پدر و مادر، نحوه رفتار پدر مادر با یکدیگر، نحوه رفتار پدر و مادر با اولاد، نحوه تربیت کودک، با چیش قسم تربیت شود،
تعارض در تربیت کودک نداشته باشیم. پدر یک رقم تربیت کنه، مادر یک رقم تربیت کنه، باز پدر کلان، مادر کلان هم با دخالت خود داره در تربیت اولادو، خودش نمیفهمه که میام اولاد به چه قسم به چه روش تربیت بشه. وضعیت اقتصادی و فرهنگی که خانواده داره، وضعیت اجتماعی که خانواده داره، فقر خانواده، جنگی در محیط خانواده است، مثل کشور ما عوامل جنگی، انتحاری، کلی از اینا روی خلقیات اولادها قطعا تاثیر میذاره. و باز میمونم به خانم بله. وقت شما میگید من فقط به یاد اینمی یک عده در کشور از ما و در هر کشور دیگه هم ممکنه یافشن که اینا بسیار شرور هستن، جنگاور هستن، به دنبال جنگ و انتحار و انفجار اینها هستن. اینا رو که نگاه میکنیم میگه خدای اینا چه رقم انسان ها هستن. خب وقتی که عوامل خانوادگی رو بررسی شوه، عوامل محیطی رو بررسی شوه، زندگی هایی که اینا تر کردن در کودکی بررسی شوه، خب گاهی اوقات انسان حق میده. یعنی نفر اگر که مثلا در یک کشور آرام زندگی میکرد، بین یک خانواده ای که هیچ اختلافی بین پدر و مادر نبود، رفتارها همه رفتارهای درست بود، چه بسا برای خودش مثلا یک دکتر میشد، یک انجینر میشد. نمیشد که در خودش بم بسته کنه، در کمربند انتحاری بسته کنه و خود منفجر کنه. شما در اجتماع ما دائمی راحتی میبینید، وقت مثلا یک صف یک نانوایی میری یا یک جای میری که خرید بکنی، گاهی وقتا میری گپی نزد یکی دوچار مشکل شوه، ولی بسیار تون برخورد میکنه. آدم هایی هستن که بسیار تون برخورد میکنه و یا خیلی سریع واکنش مقابل نشان واکنش نشان میده و واکنش فیزیکی نشان میده و تو کوب میکنه سریع. خب چرا گپ نمیزنه؟ چرا مشکل خود با گپ زدن برطرف نمیکنه؟ چرا شاید یک مشکلی بوده، یک ابهامی بوده در گپ زو، خب میتونه با گپ زدن بسیار راحت برطرف شونه، ولی بسیار سریع واکنش فیزیکی نشان میده، لتوکوب میکنه یا کدام فحاشی میکنه. متاسفانه بسیار در جامعه ما رواج داره که باز اگر ما ریشه یابی کنیم برمیگرده به شیوه تربیتی کودکان. یعنی در خانه پدر و مادرش همین رفتار هم داشته و یاد گرفته. بله، بسیاری از رفتارها رو اولادای ما الگوگیری میکنه از پدر و مادر، مثل همین دوزی که گفتیم مثلا، یا اینکه بعضی از عوامل خانوادگی مثل طلاق. خب وقتی طلاق باشه خانه‌ها، یا اینکه پدر مادر فوت کرده باشه، بچه خانه‌ها شرایط به وجود آمدن مشکلات رفتاری را بیشتر داره نسبت به یک طفلی که شرایط متعادل داره. خب ما باید او حق بدیم وقتی بعد از مشکل طلاق یا بعد از مشکل فوت پدر مادر، امکان بروز مشکلات بسیار زیاد است. و یا حتی برمیگرده به دوران بارداری مادر، حتی که هیجاناتی که مادر در دوران بارداری داشته، کل گزینا باز تاثیرگذار است بر روح و روان و رفتاری که او اولاد داره. پرخاشگری مادر، افسردگی مادر، و یا مثلا احساس ترس و استرابی که داره مادر، کلی از اینا باز روی اولاد خود تاثیر داره. و این عوامل خانواده هم دومین عامل بسیار تاثیرگذار است در بروز مشکلات رفتاری، در کنترل مشکلات رفتاری، در از بین بردن مشکلات رفتاری. هم ایجاد میکنه، هم میتونه کنترل کنه، هم میتونه درمان کنه. خب از این عوامل که بگذاریم، خانواده میم به می چند قسم اختلالات رفتاری را ما شما گپ زدیم خانم بینا، اگر یادتون باشه. حالا ما هم یک خلاصه عرض میکنیم خدمت دوستای عزیزی که تازه بیننده شده یا یادشون رفته از قبل بوده. یک اختلال رفتاری اگر یادتون باشه خانم بینا جان، در یک برنامه عرض کردیم که در مورد افسردگی بوده، اگر یادتون باشه. خب ما چه زمان میگیم یک کودک افسرده است؟ ما شاید خیلی وقتا می بینندگان ما بگه که چطور خانم علیزاده میشه گپ میزنه، کودک باید شاد باشه، همیشه مشغول بازی باشه. تصوری که ما از کودک داریم همین است، یک کودک مدام از صبح تا شام بازی هم که میکنه خسته نمیشه، همیشه خندان و شاداب و پر انرژی است معمولا. خب ولی گاهی وقتا میبینیم که کودکانی را که بسیار آرامن، بسیار به قول ما مظلوم شدن، بسیار منزوی ساکت هستن، دیگه اون بازی اون نشاط کودکانه را ندارن، گاهی وقتا ساعتها در سکوت خود هستن، گاهی وقتا فقط با خود بازی میکنن، ارتباط گیری با دیگران ندارن، خوش ندارن با کسی دیگه ای بازی کنن. و این عوامل انقدر دوی کودک زیاد دیده میشه که حتی در خوردن از او، در خوابیدن از او هم تاثیر داره. میبینه که خواب درست نداره. پس چنین اولادایی که ما فکر میکنیم که اتفاقا شاید یک اولاد خوب باشه، چقدر اولاد خوب است، بله، گوشه ساکت شیش تا گپ نمیزنن، این شاید یک زنگ خطر باشه برای اینکه بدونیم که اولاد ما ممکنه اختلال رفتاری جدی داشته باشه. بخدا خانه همسایه که میریم میبینیم صدا بر نمیایم، چطور اولاد داری که صدا گوشه تو صدا نداره؟ نه بله. ما فکر میکنیم خوشا به حال پدر و مادر که چه اولاد دارن، نگویی که یک مشکل است. بله. اگر خانم زاده یک میان برنامه را ببینیم بینندگان عزیز و محترم، بعد از یک میان برنامه برمیگردیم.
اللهم صل على محمد المصطفى خب بینندگان عزیز ما، همچنان برنامه خودتان، برنامه زنده روشنا را از تلویزیون جهانی هادی میبینید. شما عزیزان شماره تماس مثبت 964-780-255-4013 در اختیار شماست و شما عزیزان همین الان هم میتونید که از طریق واتساپ و تلگرام با همکاران ما در ارتباط شوید. اگر کدام سوال از کاشخص محترم برنامه دارید و یا اگر کدام پیشنهاد در مورد موضوعات مختلفی که مطرح میشه در برنامه روشنا دارید، ما بسیار خوشحال میشویم که نظرات شما عزیزان دریافت میکنیم. همچنان با گفتگوی خودمان ادامه میدهیم با کارشناس محترم خانم شفیع علیزاده در مورد موضوع اختلالات رفتاری کودکان. خانم علیزاده، شما انواع اختلالات رفتاری کودکان را توضیح میدهید. بله، ما چند اختلال رفتاری را در برنامه قبلی گپ زدیم، حالا ما رو به طور خلاصه بیان میکنیم. یک از اختلالات که صحبت کردیم خدمت شما اختلال افسردگی بود و ما گفتیم که گاهی وقتا کودکان شاد و پر انرژی ما ساکت و آرام میشن، در خود فرو میرن و دیگه اون بازی و اون نشاط کودکانه را ندارن. خب این رقم اگر برای یک مدت کوتاهی باشه، مثلا در عرض یک هفته باشه، حالا مثلا چند بار در روز باشه، با تغییر خلق بده، اشکال نداره. اما اگر هفته ها طول بکشه و تقریبا مثلا 6 ماه 3 ماه طول بکشه که کودک از اون سکوت خود خارج نشده و اون به بازی و به شیطنت های کودکانه و به اون انرژی های کودکانه خود نرسیده و همچنان در دنیای سکوت خود فرو رفته، این زنگ خطر است که نکنه کودک ما دچار یک مشکل رفتاری شده باشه. این رقم مشکلات افسردگی میگن. خب در صورتی که حتی افسردگی به خورد و خوراک کودک هم آسیب میرسونه، بسیار کم اشتها میشه، پر خواب میشه، بسیار میخوابه، میل به مدرسه رفتن نداره، صبح که چاش که میخوای بلند کنی بخیز مدرسه برو، میگه نه مرا بل که من خواب کنم، از مدرسه گریزانه، یا نمراتش بسیار در مکتب پایین میایه، افت تحصیلی پیدا میکنه، میل به مهمانی رفتن نداره، میل به همبازی نداره که کسی بیای به همراه زو بازی کنه، معمولا در گوشه خانه آرام نشسته میخوابه یا با خود صحبت میکنه در گوشه خود، حالا کمی گوشی هم کس با همو مشغول است. الان خب علیزاده میگن انسان ها دو طیف هستن، درونگرا و برونگرا. خوشحال نمی این نفر درونگرا. خب درونگرایی فرق میکنه، یه وقت از اول کلا یک بچه آروم و کم حرفی است ولی مدرسه‌ش هم میره، نمراتش داره، تکالیف خود انجام میده، خب این مشکل نداره. اما شما میبینید یک بچه با انرژی پرتحرک و فعالی بوده، یک امسال بسیار آرام شده، بسیار فرق کرده، مثل قبل الان نیست. خب این زنگ خطر است برای ما که امکان داره دچار افسردگی شود. خب باید چیکار کنیم؟ میرخم تیپلا باید اول اینکه سعی کنیم که با یک نفری که آشنایی داشته باشه با این بیماری ها، مثل یک روانپزشک یا روانشناس، یک مشاوری که به هر حال همین درس همین مسائل خوانده باشه، و مراجعه کنیم، با او گپ بزنیم که یک کودک ما همین رقم شده. خب چند راهکار داره. یک خانواده درمانی، معمولا با خانواده او رفت و تکنیک هایی که لازم است برای برطرف کردن یک کودک افسرده را به او بیان میکنم. مثلا مسافرت تاثیر خود داره، ورزش تاثیر خود داره، بیرون رفتن با کودک، هم صحبتی با کودک، کلی از اینا باز تاثیر خود داره. باز اگر درمان نشد، معمولا در مرحله بعد دارو درمانی هم هست که معمولا از دارو هم استفاده میشه و بعد از اون باز میتونه با روان درمانی که با خود کودک، خود یک متخصص روانشناس، روانپزشک انجام میده، با او گپ بزنه و این رقم با او تکنیک های مخصوص برای روانشناسی او افسردگی رو برطرف کنه. خب مادر رو از این دوچاره تشویش نشه که حالا من همین اولاد من این مشکل داره، حالا دیگه یادیس رفت.
یا این بر اج دیگه همی رقم میمانه، نه اما رقم که مشکلات جسمی ما یک سرماخوردگی یک دل دردی در اولادا بله. از بین میره با دارو درمان، مشکلات رفتاری درست. هم میتونه اصلاح شود. من زاد میخوام من باز چیزی و ذهن باقی مود از نوایسی که پیشتر مطرح کردید، شما عوامل رو بیان کردید برای اختلال های رفتاری، فرمودید که ژنتیک، جنسیت و خانواده و محیط تاثیر گذار است، دیگه غیر از اینا دیگه عواملی نمانده؟ نه عوامل دیگه بازی پس مهمترین عوامل انیمیا، مهمترین عوامل دستبندی کنم همین عوامل میشه دیگه. بله خب یه اختلال افسردگی رو که باز گپش زدی مفصل لیون برنامه خودش، حالا میرسیم به یک اختلال سلوک هم یادتون باشه که یک روز گپ زده بودیم و گفتیم بسیار بچه های ما اولادا هستن که بسیار خانواده در ماندن، که من میره در جای خودت بورده نمیتونم، در میمانی هیچ بورده نمیتونم، شرم میشم چرا که به کل وسایل از خانه آسیب میرسونه، پرت میکنه مثلا یا میشکنه چیزی را یا کودک دیگر را آزار میده و حتی به حیوان و خانواده رحم نمیکنه. ببین بعضی بچه‌ها دیگه حتی همین یک گربه یا یک مرغی را خروسی را که میگیره اونقدر او را اذیت میکنه آزار میده که اما از بین میبره یا بسیار آزار میرسونه. خب من زده خب مثلا نمی اولادی که شما مثلا بچه‌ای که شما گفتید که مثلا خانواده در ماندن ایره نمیتونن ببرن در بیرون به خاطر رفتارهایی که از خودش نشان میده، خب تا چه حد محیط میتونه تاثیرگذار باشه؟ بالاخره هر کس ما انسان‌ها متاثر از محیط هستیم. خب. مثلا این میبینه که ما به مهمانی میرم بچهای مثلا کاکایم بچهای مامایم لباسهای بسیار زیبا در تنشان است مثلا یا امکانات بیشتر دارن من ندارم، بعد حس منفی پیدا میکنه باز برخورد میکنه. بله دیگه این برمیگرده به ما عوامل خانواده که گفتیم، فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، خب اون عقده ها و اون شکست هایی که در خانواده داره، حقارت هایی که در خانواده کشیده و احساس اعتماد به نفس ضعیف، کل گزینا میتونه منشأ باشه دیگه، کل گزینا در خانواده هست که میتونه منشأ و ریشه اختلال سلوک باشه. که اختلال سلوک همین که گپ زدیم همین نشانه ها را داره و باعث میشه که به دیگران آزار برسونه، به دیگران آسیب برسونه و کلی خسته باشه. میگه درک در میام بچم که وای امی اومد باز کجا رو خراب کنه، کجا رو بسوزونه. اصلا ممکنه که فامیل تمایل نداشته باشن که نمی خانواده را دعوت کنن در مهمونی به خاطر مولادش. بله رقم هست دیگه. درسته. بینندگان عزیز و محترم، این مواردی که خانم علیزاده مطرح میکنن مفصل در برنامه گذاشته مطرح شده در سایت تلویزیون جهانی عادی، اگر که علاقمند هستید که بیشتر بدون موجود است میتونید مراجعه بکنید، ان شاءالله استفاده هم بکنید. در اختلالات سلوک هم خانم بینجان وراثت تاثیر خود داره، همسالان، یادگیری از همسالان، در یک محیطی که بچه کلان شده بسیار خشونت بوده تأثیر خود داره، از دیگران یاد گرفت، از همه سن سالهای خود که همیشه مشغول دعوا و با آسیب رساندن بوده و شیوه تربیتی که داشته در اولاد ما بین خانه چرقم تربیت شده، یه هم تأثیر خود داره که یه اولاد دچار اختلال سلوک شده. خب باز درمان خودم داره، این رقم نیست که بگیم بدون درمان هست. خب منظورم ممکنه که مثلا مواردی که در مثلا در کشور مثلا میگم آمریکا اختلال محسوب شود در یک کشور دیگه نشود، یعنی بسته به محیط، بسته به برداشت هایی که افراد دارن متفاوت باشه. بله فرهنگ هم هست. ببینید مثلا در کشور ما خیلی براحت اولاد لطکوب میکنید، بله. گپ شما رو گوش نمیکنه، یک بار دو بار گفتی گپ شما رو که گوش نکرد، دفعه سوم شاید یک دعوا بزنی، شاید هم بلند شی و یک سیلی بزنی. در کشورهای غربی در فرهنگ اروپایی اگر مادری چنین رفتار کنه، خود مادر متهم است که دچار اختلاله، چرا اولاد خود سیلی بزنه؟ پس اگر نمیتونه خشم خود کنترل کنه خودش مشکل داره. خب بالاخره در حالی که در فرهنگ ما بسیار راحتی از فرهنگ از ما درست بله. فرهنگ چون ما هرچی فکر میکنیم خب این بسیار درست نیست که مثلا یک مادر به صرف یک مثلا سیلی که به اولاد خودش قطعا آزار رساندن درست نیست، قطعا کنترل خشم لازم هست. اینه که ما نمیتونیم خشم خود کنترل کنیم و خشم خود سر اولاد خود پیاده میکنیم، مشکل از ماست دیگه. ما یاد نگرفتیم چگونه کنترل خشم کنیم، ما یاد نگرفتیم که چگونه با اولاد خود گپ بزنیم، چون با ما هم همون رفتار را شده و متاسفانه این فرهنگ مانده نسل به نسل. اگر پدر ما مادرها با ما این گونه رفتار کردن، باز ما سر اولاد خودمون رفتار میکنیم. یک جای باید این کات بشه، یک جای باید استوب شه و این نیازمند آموزش خانواده است، نیازمند سواد است، نیازمند تعلیم و تربیت است که نسل باید تغییر بده، که انشالله بازو برنامه خوددار به خرگم بزنیم که چگونه تعلیم و تربیت میتونه یک نسل را تغییر بده، نجات بده، تغییر بده، نجات بده و تحول ایجاد کنه در یک جامعه.
خب دوستای عزیز، گفتیم که سو اختلال گو از اختلال سلوک بود. خان بین جون گفت اختلال سلوک درمان میشه، یک روانشناس میتونه با قصه درمانی اون رو درمان کنه، میتوانه که با دارو درمان کنه، میتوانه با روش اصلاح روش های تربیتی با خانواده او گپ بزنه و روش های تربیتی که در خانواده داشته اونا را اصلاح کنه. و این رقم بسیار خوب نیازمند کار هست. در درجه اول آموزش خانواده بسیار مهم خانم جان. آموزش خانواده زمانی میسر است که مادر آموزش ببینه، پدر آموزش ببینه. کی آموزش میبینه؟ در تعلیم تربیتی درست. وقتی نظام تعلیم تربیت یک جامعه آسیب باشه باشه، قطعا او جامعه دچار آسیبه. به خصوص خانم علیزاده، در جامعه از ما و جامعه که سنتی از پدرها معمولا وظیفه بیرون از خانه را دارن، زیاد برای تربیت اولاد شاید تاثیر نداشته باشه، ولی مادر بسیار بله مؤثر. بله دیگه اون سنگ زیرین تربیت مادر است که متاسفانه در جامعه ما فعلا از تعلیم و تربیت متاسفانه محروم مانده. متاسف. بله یک اختلال دیگه که باز خدمتش اگه زمان داریم هر است دقیقه فرصت. اختلال استراب بود خان با اینجان که در برنامه قبل از ماه رمضان در مورد استراب گپ زدیم و گفتیم که ترس ها و نگرانی هایی که بیش از حد اولاد ما داشته باشه که باعث آسیب رساندن به او باشه، خواب و خوراک و استراحت از او گرفته باشه، این رقم هم به او میگیم اختلال استراب. خب چرا اختلال استراب ایجاد میشه؟ بس چی میترسه اولاد ما؟ معمولا از حضور در دیگران میترسه. چرا میترسه؟ چون میترسه مورد قضاوت قرار بگیره. من نمیرم به مهمانی چون دیگران در مورد من فکر کنه که مثلا قد من کوتاهه، مثلا من لکنت زبان دارم، درست گپ زدن نمیتونم، مثلا من چون خوشرویی نیستم مثل بقیه اشتوکا دیگه، مثلا شیرین زبانی نمیکنم. پس بنابراین برای اینکه مورد قضاوت دیگران واقع نشوه استراب میگیره، ترس میگیره، رنگش قرمز میشه، تپش قلب پیدا میکنه و سعی میکنه که امتناع کنه، ایش نرده میگه فکر میکنم یه باز بیشتر متاثر از رفتار پدر و مادر باشن که چگونه قضاوت کردن اولاد خودن. بسیار مهم است که پدر و مادری که خود دچار استراب هست اولادهای مضطرب تربیت میکنه. وقتی پدر و مادر خودش مضطرب باشه و برای هر کار دلهوره داشته باشه، امیر خم اولادام تربیت میشه، در مام و این خانه دیگه میفهمه که برای انجام هر کاری دلهوره و استراب داشته باشه، نگران است که من بودا من مدرسه بیرم امی معلم از من چیز بپرسه سر سینف ما یاد نداشته باشه. و گاهی وقتا حتی یاد داره همین که میره پیش استاد، میره استاد میشه که سوال او رو جواب بده، زبانش بند میآید، نمیتونه بگویه. وقتی که باز مابین خب مؤاخذه میشه از طرف معلم، بله، دیگه بله، معمولا بله. میگه تو چرا جواب نمیدی، چرا گپ نمیزنی، و این متاسفانه بدتر میشه اوضاع. و این نیازمند این است که معلمان ما هم هوشیار باشه، یک روانشناسی کودک رو به خانه و مطالعه داشته باشه که برخورد اونها، گپ اونا بسیار تاثیر گذارد روی کودکان که اونا رو بشناسه و طبق رفتار اون روحیات هر دانش آموز، روحیات هر کودک طفلی که شاگرد است، طبق روحیات خود از او رفتار داشته در این زمینه. خانم علیزاده باز تاکید دیگه بکنیم که خانم ها بسیار دقیق تر هستند. برای هموز که مثلا خانم ها اگر که مثلا معلم صنف های ابتدایی شوند و اینها، بسیار خوب میتونن که تعامل داشته باشند با اولاد ها، خوب بس حساس هم هستند، مطالعه میکنن و دنبالش هستند. فکر میکنم امی وضعیتی که الان در کشور ما وجود داره، متاسفانه اجازه ادامه تحصیل به خانم ها داده نمیشه، از این جنبه هم میتونه که بسیار آسیب زا باشه برای نسل آینده کشور ما. بله. اگر کسی که در رأس از نگران کشور است و دلش میخواد کشور از خود میدانه، دلش میخواد که این مردم پیشرفت بکنن، این مردم در آینده مشکلی نداشته باشن، باید این مسئله رو حل کنه. اگر نه که یا در حسنیت او باید شک کرد، آیا که در عقل و تدبیری که داره باید شکر. بسیار بسیار تشکر از شما خانم علیزاده، مثل همیشه بسیار عالی، بسیار استفاده کردیم. از شما بینندگان عزیز و محترم هم تشکر میکنم. بیننده برنامه خودتان، برنامه زنده روشن بودید. انشالله که عزیزان برنامه آینده را هم از دست نمیدید. برنامه گذشته را باز تاکید کنم که در سایت تلویزیون جهانی هادی موجود است و میتونید که از طریق سایت برنامه را ببینید، انشالله استفاده هم بکنید. اگر کدام موضوعی است که ذهن شما را درگیر کرده و دوست میدارید که از زبان روانشناس تربیتی خانم علیزاده این مطلب را بشنوید و یا پاسخ پرسش های خودتان را بشنوید، حتما برای ما از طریق شماره تماس مثبت 964 780 255 4013 از طریق واتساپ و تلگرام پیام بفرستید و تاکید بکنید که سوال خودتان را از کدام کارشناس میخواید که پرسان بکنید. انشاءالله در برنامه
پاسخ داده خواهد شد. و امروی کارشناس محترم از حضور شما مرخص می شویم. در پناه خداوند مهربان باشید. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.